با هم نگاهی داریم به عناوین تعدادی از روزنامه‌های صبح ایران در کیوسک امروز از فرانیوز. با ما همراه باشید. جنجال تازه موسیقی با روسریتو. از هر سه کاربر دو نفر از VPN استفاده می‌کنند. امروز و فردا کردن دولتی‌ها برای تعیین قیمت تضمینی گندم. گره کور بر صادرات فرش دستباف ایران. 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده داریم. مولدسازی سفره جدیدی برای راندخانان پهن میکنه. در ادامه نگاهی داریم عناوین و گزارشات تعدادی از روزنامه‌های صبح کشور. در ایران آنچه که بیش از یک قرن پیش با جنبش مشروطه رخ داد باعث شد که دیگر نتوان فقط هنر را در عشق و زیبایی خلاصه نمود، بلکه ماهیت پررنگ اعتراض هم وارد هنر شد. تنها طی یک سال اخیر سه خواننده به دلیل خواندن هنرهای اعتراضی بازداشت شدند که با احتساب مهدی یراحی تعداد اونها به 4 تن میرسه. شروین حاجی پور خواننده‌ای بود که به دلیل خواندن آهنگ برای بازداشت شد. توماج صالحی و سامان یاسین هم به دلیل خواندن هنر اعتراضی همچنان در زندانند و این بار در سالگرد مهسا امینی به سراغ مهدی یراحی رفتند. یکتانت در گزارشی با نام بازاریابی دیجیتال ایران 1401 آمارهایی از میزان تبلیغات دیجیتالی در کانال‌های مختلف ارائه داده که بر اساس اون میزان تبلیغات وبسایت‌های ایرانی در مهر ماه به کمترین میزان در سال گذشته رسید. 80% مردم در گروه‌های سنی مختلف برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از VPN استفاده می‌کنند. گردش مالی سالانه خرید و فروش VPN در سال گذشته 25 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده. اما چرا مردم باید به دلیل مسئله فیلترینگ برای استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از VPN استفاده کنند و برای استفاده از اونها هزینه بدن؟ امسال گندمکاران روزهای سختی رو پشت سر میذارن و در بلا تکلیفی به سر میبرن. کشاورزان وارد آخرین ماه تابستون شدن و فصل برداشت محصول گندم در بسیاری از استانها به پایان رسیده. اما دولت هنوز قیمت جدید گندم رو اعلام نکرده. از اردیبهشت ماه تا الان مسئله تغییر قیمت گندم مطرح، اما بعد از 6 ماه از شروع سال کشاورزان هنوز نمیدونن که دولت قرار گندم رو به چه قیمتی از اونها بخره و آیا نرخ 15000 تومانی خرید گندم افزایش پیدا میکنه یا نه. در حال حاضر با آغاز سال زراعی جدید 1402-1403 هنوز نرخ محصولات اساسی تعیین نشده، چون گندمکاران نسبت به هر کیلو گندم به مبلغ 15000 تومان گلایه دارن. عنوان میشه که قیمت تمام شده این محصول 16900 تومان بوده که این موضوع مورد مخالفت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه بودجه است. آمار رسمی گمرک نشون میده در سال گذشته بیش از 12,972,000 تن انواع فرش، کفپوش، گلیم، جاجیم، گب و غیره به ارزشی بالغ بر 78,115,000 دلار معادل بیش از 2,214 میلیارد تومان صادر شده که از نظر وزنی و ریالی به ترتیب با افزایش 2.5% مواجه شده، اما درآمد ارزی اون حدود 14% نسبت به سال 1400 کاهش داشته. رئیس سازمان اورژانس گفت ما در بحث آمبولانس مکررن اعلام کردیم که حدود 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده داریم که باید از رده خارج بشن. در همین رابطه چند روز پیش خودکشی دختری در شیراز جنجالی شد و در این میان بسیاری به کمبود تجهیزات آتش نشانی برای چنین مواردی اشاره کردند. کمبودهایی مثل تشک بادی مخصوص و غیره. این موارد نشون میده که در دو مورد آمبولانس و تجهیزات آتش نشانی که با جان مردم ارتباط مستقیم دارن، کشور با فرسودگی، کمبود و نبود تجهیزات مواجهه. مولدسازی اموال دولت یکی از سیاست‌هاییه که در حال حاضر دولت برای جبران کسری بودجه خودش در پی گرفته. به عقیده برخی از کارشناسان این سیاست میتونه در کاهش فشار تورمی مؤثر باشه و به رونق بخش مولد بینجامه. در مقابل برخی دیگه معتقدن که این اقدام اتفاقی مشابه خصوصی سازی های غیر اصولی رو رقم خواهد زد و به ایجاد رانت های عظیم و از دست رفتن سرمایه های مردم منجر خواهد شد. کمال عطاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، میگه پیش شرط‌های مولدسازی مواردی از جمله وجود نظام انگیزه دهنده به بخش مولد
نظام بازدارنده از رانت‌جویی، لزوم توجه به پرورش اقتصاد و عدالت اجتماعی که به عقیده او و بر اساس شواهد هیچ کدوم از این شرایط در حال حاضر در کشور وجود نداره و مولدسازی فعلی به نابودی کامل دارایی‌های ملت منجر خواهد شد. رسیدیم به پایان بخش مرور بر روزنامه‌های صبح امروز در کیوسک فرانیوز. سپاسگزارم که تا الان با ما همراه بودین. در یوتیوب فرانیوز و سایر شبکه‌های اجتماعی از رسانه خودتون پشتیبانی کنید. برای دیدن مطالب کامل‌تر کیوسک امروز میتونین به وبسایت فرانیوز مراجعه کنید و مطالب کامل‌تر رو اونجا بخونید. فرانیوز، نیاز امروز.